میدونستی قرصی به نام فینسترال وجود داره که برای درمان ریزش موی هورمونی ازش استفاده میشه؟ اگه دچار ریزش موی هورمونی هستی و میخوای از این دارو استفاده کنی، حتما کلیپ رو ببین چون بعدم پشیمون میشی. امروز میخوایم در مورد قرص فینسترال با هم صحبت کنیم، ببینیم آیا واقعا فینسترال باعث جلوگیری از ریزش موی هورمونی میشه یا نه، چه تأثیری توی بدن داره، آیا عوارض داره نداره، آیا توی باروری مشکل ایجاد میکنه یا نه. خب قبل از اینکه در مورد حالا این مسئله صحبت کنیم، فکر کنم براتون جالب باشه که تاریخچه‌اش رو هم بدونید. در زمان‌های گذشته پزشکان برای کسایی که دچار سرطان پروستات بودن یا پروستاتشون بزرگ شده بود از این دارو استفاده می‌کردن. وقتی بهشون توجه کردن دیدن که این افراد ریزش موهاشون کنترل شده و حتی موهای ضخیم‌تر و بهتری داشتن، کم کم اینطوری شد که این دارو شد جزء داروهای اصلی جلوگیری از ریزش مو، که هنوز که هنوزه هم جزء داروهای خط اول برای جلوگیری از ریزش مو هستش. حالا میخوام در مورد مکانیزم اثرش براتون توضیح بدم، ببین اصلا چطوری توی بدن تأثیر میذاره و جلوی ریزش مو رو میگیره. همه ی آقایون از سن بلوغ میزان هورمون تستوسترون توی بدنشون زیاد میشه. هورمون تستوسترون به وسیله یه پروتئینی توی بدن جابجا میشه. وقتی که میزان هورمون تستوسترون از اون پروتئین های حامل بیشتر باشه، این تستوسترون تبدیل میشه به دهیدروتستوسترون. هورمون دهیدروتستوسترون میاد روی فولیکول‌های موتون تأثیر میذاره، باعث میشه موهاتون نازک بشه و وارد فاز ریزش بشن. حالا وقتی شما قرص فینسترال رو میخورید چه تأثیری داره؟ میاد جلوی تبدیل شدن تستوسترون به دهیدروتستوسترون رو میگیره و اینطوری هستش که جلوی ریزش موی شما گرفته میشه، چون در واقع هورمون دهیدروتستوسترون توی بدنتون کم میشه. حالا میخوام یه نکته خیلی مهم بهتون بگم، این که به هیچ عنوان خانوم ها و کودکان نباید از این دارو استفاده کنن. حتی اگر خانومی باردار باشه و از این دارو استفاده کنه، جنینش ناهنجار و بدشکل میشه. آقایون دقت کنید، اگر خانومتون بارداره و یا تصمیم به بارداری دارید، این دارو رو قطع کنید. حتی یک ماه قبل این دارو باید قطع بشه. چرا؟ چون این دارو از طریق ترشحات هم منتقل میشه. ممکن هستش که با طریق دست شما و یا ترشحات دیگه بدنتون این دارو به همسرتون منتقل بشه و روی جنینش تاثیر بذاره. خوبی این دارو هستش که تا زمانی که از این دارو استفاده میکنید، ریزش موهای شما قطع میشه و حتی ممکن است رویش موی جدید داشته باشید. ولی یه سری عوارض هم داره. فینسترال هم مثل هر داروی دیگه یه سری عوارض داره که خب وقتی در مورد عوارض صحبت میکنیم، یعنی این که ممکن هستش توی فرد خودشو نشون بده، توی فردی هم خودشو خیلی کم و خفیف نشون بده. اول عارضش این هستش که فرد دچار اختلالات خلق و خو میشه. یعنی چی؟ ممکن هستش که یا خیلی پرخاشگر بشه یا دچار فاز افسردگی بشه. دومین عارضش این هستش که یه سری عوارض پوستی از خودش نشون میده. ممکن است که روی پوست فرد کهیر بزنه یا حتی بصورت و جوش‌های قرمز رنگ روی پوستش ایجاد بشه. یه عارضش که خیلی الان مطرحه این هستش که آقایون که از این دارو استفاده میکنن، ممکن هست که توی باروریشون مشکل ایجاد بشه. حالا توی کپشن کامل حالا تأثیری که روی باروری رو داره رو توضیح میدم، پس حتما کپشن رو هم بخونید. عارض دیگه این که دارین هستش که جزء یه داروی موقتیه. یعنی شما وقتی این دارو رو قطع میکنی، دوباره ریزش موی شما شروع میشه و دوباره موهاتون کم حجم و نازک میشه. اگه واقعا نوع ریزش شما از نوع هورمونی باشه، این دارو براتون موثره. ولی اگه علت ریزش شما وراثتی باشه یا به خاطر بیماری‌های دیگه مثل کمخونی، دیابت و اینجور چیزا دچار ریزش مو شدین، فینسترال هیچ تأثیری براتون نداره و حتی ممکن هستش که شما رو دچار اختلالات هورمونی هم بکنه. پس خیلی دقت کنید که این دارو نه با خودتان استفاده کنید و حتما باید با تشخیص پزشک این دارو رو استفاده کنید. اما اگر نمیخواید از این دارو استفاده کنید، طبق تجربه‌ای که داریم میخوام یه درمان‌های جایگزین بهتون معرفی کنم. حتما مکمل‌های ویتامینی مثل هیرویت رو توی رژیم غذاییتون قرار بدین. یعنی 4 ماه هر شب یا هر روز با صبحونه‌تون این قرص رو بخورید.
در کنارش رژیم غذاییتون رو اصلاح کنید. سعی کنید غذاهای سالم بیشتر بخورید. غذاهایی که مواد ویتامین و گروه B رو دارن جایگزین فست‌فودها و غذاهای پرچرب کنید. حتما مزوتراپی با مارک فیوژن اصل اسپانیا رو توی فعالیت‌های حمایتی برای موهاتون قرار بدید. چرا؟ چون که مزوتراپی تنها راهی هستش که مستقیما ویتامین های مورد نیاز رو به ریشه موهاتون میرسونه، پس خیلی برای شمایی که ریزش مو دارین مناسبه. و حتما از شامپوهایی استفاده کنید که مناسب موهاتون هستش. اگه پوست چربی دارید حتما از شامپوهای کنترل کننده چربی استفاده کنید. اگر پوست خشکی دارید حتما از شامپوی مخصوص به خودتون استفاده کنید، چون اگر هر کدوم از این نکته ها رو رعایت نکنید ریزش موهای شما شدیدتر میشه. یعنی اگه شامپوی مناسب استفاده نکنید، اگر مکمل ویتامینی استفاده نکنید، اگر مزوتراپی استفاده نکنید، تا 35 سالگی که شما اختلالات هورمونی دارید ریزش موهای شما شدید اتفاق میفته.